سلام، جعفر کاظمی هستم. این یه چاه آبه، قسمت پایین که تصویر آسمون رو میبینید سطح آبه. معمولا وقتی از چاهای عمیق میخوان آب رو انتقال بدن، باید پمپ رو، یکی از روش های اینه که داخل آب مستغرق کنن. به این پمپ ها اصطلاحا میگن پمپ های شناور، یا درستش رو اگه بخواید سابمرسیبل. حالا چرا سابمرسیبل رو شناور ترجمه کردن یه ذره جای سواله، چون در واقع اینا پمپ های مستغرق هستن. این الان پمپ مشکلی داشته، از توی چاه آوردیمش بیرون، گفتم بهتون اجزاشو نشون بدم. از اینجا تا اینجا الکتروموتوره که کاملا داخل آبه، این صافیه، حالا خراب شد البته. این قسمت که این شافت هم میبینید، این شافت از موتور به قسمت پمپ متصل میشه و از اینجا آب کشیده میشه به داخل پره ها. به خاطر همین گاهی به این پمپ ها پمپ های کمرکش هم میگن، چون از کمر پمپ اصطلاحا آب رو میکشه. و بعد ما این قسمت رو داریم که از این قسمت تا اینجا پمپه. الان این پمپ 1، 2، 3، 4 تا استیج داره که با هم دیگه سری شدن. میدونید که وقتی پمپ ها با هم سری بشن، هد زیاد میشه، ارتفاع آبدهی اصطلاحا زیاد میشه و دبی ثابته. الان این یه پمپ 4 مرحله‌ایه. معمولا اینا به صورت سانتریفیوژ یا میکست هستن. یه پره هست، بعد یه دیفیوزر که آبو هدایت میکنه به چشم پره بعدی، بعد یه دیفیوزر به چشم پره بعدی، بعد یه دیفیوزر به چشم پره بعدی، و معمولا اینجا هم یه دونه شیر یک طرفه هستش. و نهایتا اینجا هم که از این قسمت هم تکونید، اینجا آب خارج میشه. پس به این پمپ میگن پمپ چی؟ شناور، یا حالا اگه درستش رو بخوایم بگیم میشه پمپ سابمرسیبل. البته خب این چاهی که الان میبینید قطرش نسبت به این پمپ خیلی بیشتره. خب قدیما پمپ ها رو به صورت قالب گذاری میساختن، به این صورت بود. الان خب شکلای دیگه هست، ولی اگه تونستم در انتهای ویدیو یه نمونه دیگه، بورهول اصطلاحاً، که قطر چاه اندکی بیشتر از قطر پمپ هم نشونتون میدم. پس در این پمپ ها، یعنی پمپ های سابمرسیبل، چون که معمولاً بایستی ارتفاع زیادی رو پمپ رو آب رو هدایت کنن، به صورت چند مرحله ای همطور که اینجا میبینید ساخته میشه. بعد نیست حالا که اینجا هستیم یه کوچولو هم یه اشاره بکنم به این موضوع. ببینید منحنیه هد دبیه یه پمپ به این صورت محور افقی کیو و اچ یا هد. منحنیه یه پمپ به تنهایی ممکنه مثلا یه همچه چیزی باشه. خب حالا من خیلی صاف نمیتونم بکشم. وقتی شما دوتا پمپ رو با هم سری میکنید، یعنی در واقع اینجا درسته که این پمپ های متفاوت نیست، ولی استیج های متفاوته. یعنی الان این استیج 1، 2، 3، 4. وقتی شما یه پمپ دیگر میاد با این سری میکنید، در دبی ثابت هدها با هم جمع میشن. یعنی شما باید یه منحنی بکشین که الان مثلا اینو به اندازه خودش اضافه کنید میشه اینجا، از اینجا تا اینجا به اندازه خودش میشه اینجا، نهایتا مثلا یه همچه منحنی به دست میاد. و وقتی که سه تا رو با هم سری کنید به همین ترتیب، این میره بالاتر. یعنی اینکه با سری کردن پمپ ها هد چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. البته دقت کنید که بسته به حالا اون نوع سیستم پمپاژتون، حالا تو این مورد خاص مثلا اگر این منحنی سیستم باشه که به این صورته، اگر در حالتی که یک دونه پمپ داریم هد اینجا باشه، در حالتی که دو تا پمپ با هم سری میشن هد دو برابر نمیشه، که حالا اینو بعد از منحنی مشخصه پمپ در آورد و اینها. اما از جمله مزایایی که این پمپ های سابمرسیبل یا مستغرق دارند اینه که شما دیگه اینجا بحث NPSH و اینجور چیزا مطرح نیست، چون این پمپ کاملا داخل آب چیه؟ داخل آب مستغرق هستش و این بحث رو دیگه ندارید. البته یه بحث خنک‌کاری موتور هم هست که حالا طرح‌های مختلف وجود داره بین سازنده‌های مختلف که خنک‌کاری رو چیکار میکنن انجام میدن. خب اینجا یه پمپی که قراره جایگزین اون پمپ قبلی بشه رو هم حالا چون داشتیم گفتم تمیزتر نشونتون بدم. این شکل کلیه یه پمپ سابمرسیبل هستش. این قسمت همونطوری که قبلا هم توضیح دادم بخش الکتروموتور هست، این قسمت صافیه که ورود آبه، و این قسمت که این چهار تا استیجی که میبینید، این پلرا و دیفیوزرا هستند، پروانه و دیفیوزر، و اینم که قسمت چیه؟ قسمت
خروجی پمپ اصطلاحاً، که از اینجا آب چی میشه؟ خارج میشه. خب حالا که صحبت چاه شد، گفتم این یه نمونه رو هم نشونتون بدم. این یه چاه عمیقه که نوع بورهوله. یادتون باشه توی قسمت ابتدای ویدیو یه چاهی داشتیم که به صورت قالب، من اونجا فکر کنم اشتباهی گفتم پمپ به روش قالب، در واقع چاه رو به روش قالب گیری درست کرده بودند، قطرش یادتون باشه خیلی بیشتر بود. ولی امروزه برای چاهای عمیق، مخصوصا چاه عمیق، به چاهی میگن که بالای مثلا 70 80 متر باشه. الان این چاه حدود 80 خورده متر فکر کنم. میان حالا با ماشین های حفاری به دو روش، یا ضربه یا دورانی، حالا هر کدوم مزایا و معایب خودشو داره، اینو حفر میکنن. بعد اینجا این در واقع این قسمت کیسینگشه و پمپ اون تهه. الان پمپ حدود 50-60 متر فکر کنم پایین تره و مغروق در آب، و از این لوله چی میشه میاد بیرون و کنتور و حالا بقیه چیزا. یه نکته هم جالبه، حالا این هم بدونی، البته این یادتون باشه تا اون قسمت های پایینش پرفوریتده، یعنی این مجوفه به قول معروف، این کیسینگ یا جدار چاه اون قسمت پایین مثلا از 60 متری تا 80 متر، حالا اینا تعیین میشه همش، به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید 70 متر تا 80 متر به صورت سوراخ داره. البته اینم هر کی هر چوری دلش میخواد نمیتونه انجام بده، یعنی شما تمام آبها رو در ارتفاع مختلف نمیتونید وردارید بیارید داخل چاه. به هر حال اونم قوانین خاص خودشو داره. یه چیز جالبم برای دوستانی که حالا به طراحی پمپ علاقمندن، سایزینگ و اینا، تو اینجور موارد باید یادمون باشه که به قول معروف واتر تیبلمون هر جا هست، سطح آب، وقتی که آب شروع میکنه، در واقع چاه شروع میکنه به کشیدن آب، دیگه اون واتر تیبل قبلی رو نداریم. یعنی اینکه حالا من اینجا تختم رو نیوردم بکشم براتون، اینجا میکشم. این فرض کنید اگه این چاه باشه، این واتر تیبلمون باشه در حالت عادی، این شکلی میشه، میبینید؟ یعنی این میکشه میاد پایین تر، بنابراین شما اون نقطه سطح آبتون اینجا نیست، پایین تره، که اینا هم تو محاسبات به هر حال بایستی لحاظ بشه. من فقط کلیات رو میگم، دوستانی که علاقمندن میتونن بررسی بیشتر کنن، یا دوستانی که تو کار پمپ هستن و جزء فالوورهای عزیز ما هستن، اگه نکته‌ای به نظرشون راجع به این مباحث میرسه خوشحال میشم هم تبلیغشون رو بکنن، همین که نکاتی که به نظرشون میرسه رو توی بخش کامنت ها اضافه کنند، ما هم استفاده میکنیم. موفق باشید. یه نکته اخلاقی بگیم، ایمنی بگیم، چی بگیم آخر بحث هم بگم، واقعا این نکته مهمیه. الان من خودم واقعا رعایت نکردم اینو، ببینید همین توی کاری که الان داشتم انجام میدادم باعث آسیب شد. واقعا من فکر کنم خیلی مهمه، خواهش میکنم تو هر کار عملی که انجام میدید این نکته رو مد نظر داشته باشید.